بیانیه مشترک 14 تشکل و 14 روزنامه‌نگار در اقلیم کردستان عراق. حمله موشکی به لیبرتی بدون ایجاد تسهیلات دولت مالکی ناممکن است. ما این حمله وحشیانه را محکوم می‌کنیم و سازمان ملل و دولت آمریکا را مسئول جلوگیری از تکرار این جنایت می‌دانیم. بیانیه فوری 4 ماه بعد از کشتار جمعی کمپ اشرف که منجر به قتل 52 تن و ربودن 7 تن گردید، در آستانه سال 2014 روز پنجشنبه 26 دسامبر بار دیگر کمپ لیبرتی مورد حمله موشکی قرار گرفت و شماری از ساکنان بیدفاع کشته و مجروح شدند. ساکنان اشرف افراد حفاظت شده هستند که به اجبار به لیبرتی منتقل شدند و در وضعیت بسیار سختی قرار دارند. ساکنان کمپ لیبرتی اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران پس از اینکه در سال 2009 حفاظت اشرف توسط آمریکا به دولت عراق تحویل گردید، به سرعت در محاصره قرار گرفتند و تا کنون 7 بار هدف کشتار قرار گرفتند و فشار و اذیت آزار علیه آنان از سوی مالکی به یک امر مستمر تبدیل شده است. با توجه به اینکه لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد واقع شده و یک منطقه نظامی و حفاظت شده است، بدون ایجاد تسهیلات توسط دولت عراق حمله موشکی و کشتار آنان ناممکن است. ما ضمن محکوم کردن حمله موشکی جنایتکارانه به این کمپ، از دولت آمریکا و سازمان ملل خواهان یک اقدام جدی برای حفاظت از ساکنان کمپ هستیم و آنان را مسئول جلوگیری از تکرار این جنایت می‌دانیم. هشدار مقاومت ایران: مسئولیت آمریکا و سازمان ملل در حفاظت از ساکنان لیبرتی. به دنبال تهاجم سنگین موشکی 26 دسامبر به لیبرتی که 4 شهید و بیش از 70 مجروح و مصدوم بر جای گذاشت، مانیتورهای ملل متحد که طبق یادداشت تفاهم باید در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته در کمپ حضور داشته باشند، تا کنون حضور پیدا نکردند. تیم مانیتورینگ یونامی و تیم کمیساریای عالی ملل متحد تنها اجازه یافتند در 27 دسامبر هر یک به مدت 30 ساعت به داخل کمپ آمده و سپس آن را عجولانه ترک کنند. مقاومت ایران نسبت به عدم حضور ناظران سازمان ملل در لیبرتی و افزایش تهدیدهای امنیتی و حملات مجدد موشکی به لیبرتی هشدار داد. غیبت ناظران در لیبرتی در شرایطی است که مقاومت ایران درخواست قاسم سلیمانی، سرکرده نیروی تروریستی قدس، را از مالکی برای حمله به لیبرتی در لباس داعش فاش کرده است. طبق رهنمودهای قاسم سلیمانی، مجاهدین در تبلیغات دولتی عراق بایستی کماکان به ارتباط با تروریسم و القاعده و داعش متهم شوند. مقاومت ایران بار دیگر مسئولیت آمریکا و سازمان ملل متحد در حفاظت از ساکنان لیبرتی را در شرایط بحرانی کنونی خاطرنشان می کند و از سازمان ملل می خواهد ناظران سازمان ملل متحد همراه با یک تیم کلاه آبی به طور شبانه روزی در داخل لیبرتی مستقر شوند.